چقدر از این اطرافیان رئیس جمهورهای ما رو خراب کردن. من اصلا فهمی نداره درکه. برید هیتلر رو زندگیشو بخونید، با یه منجمی رفیق بود، براش پیشگویی میکرد اینجوری میشه اونجا، پیشگویی دقیق میکرد. مثلا این چیکار میکردن؟ ایمان آورده بود. مثلا چیکار میکردن؟ میگفتش که مثاله آقا خواب دیده که شما از سرتون طلا میباریده، یا یه ابری اومد بالا سرتون طلا بارید، بعد یورو بلند میشد و مثلا میزد بیرون، همون روز کلی پول گیرش میومد. چیز غیر طبیعی، مثلا به اندازه 10 سال عمرش یه پول گیرش میومد، 10 سال کار کردن عادیش. بعد میگفت عجب خواب جالبی شما. میگفت آره از بچگیش اینجوری بوده. میگذشت و بعد یه چند وقت بعد آقا ایشون دوباره خواب دیده. چی خواب دیده این دفعه؟ خواب دیده که مثلا داشته میرفته یه سگی اومده پاچه اینو گرفته، بعد دقیقاً میرفت یه دعوایی میشد یه نفر یه بلای سرش بود. این دیگه به این آدم اعتقاد. حالا نکتهش کجا بود؟ همون پوله رو خودشون داده بودن، همین دعوا رو خودشون درست کردن، این جا باز کرده بود. حالا این که دارم بهتون میگم، والله العظیم همین الان درگیر ماجراشم من. یکی از مسئولین مملکت ما که اسم ببرم همتون میشناسید، به واسطه همین جنگولک بازی‌ها اعتقاد پیدا کرده به خواب یه بابایی. میگه ایشون یه سری رویاهای صادقانه می‌بینه، وقتی ببین من به اعتقاد دارم. پریوز جلسه شما داشت. به تو چه ربطی داره؟ برای اینکه من مطالعه می‌کنم راجع به مسائل. بعضی از این مسئولین میگن آقا یه فرقه گرفتیم نمیدونیم چی این کارا رو میکنه، ببین چیه. بعضی از اینا اصلا افراد دیگری میان دلسوزن، میگن آدم دچار یه انحرافاتی شد این رفیق ما، چرا این شکلی شده، یه حرفای عجیب غریبی میزنه. هیتلر یه منجم انگلیسی گذاشتن بر دستش، جاسوس چیز بود، انگلیس بود، اما مطمئنم انگلیس بود، اما جاسوس اصالتش یادم نیست انگلیس بود، اما حتما جاسوس انگلیس بود. این توصیه میکرد به هیتلر، نه این عملیاتو انجام نده، اینجوری میشه، خواب دیدم تو ستاره ها اینجوری نوشته. رمالی، جنگیری، قصا، چقدر داستانشو در مورد مسئولین دوربر و مسئولین میشنوید. چه حالا نفوذ اصلا، یعنی این